حبیب، حبیب کجاست؟ حبیب بیا پای بلنگو. درسته که حالا نیستی، ولی از کهنه کارهای دستگاه سیاسی بودی دیگه، نه؟ سر این بحثا که میکردم، از خودچیدن، نمیدونم، قدرت حل مسئله، اعتماد به نفس، فرق این که آدم از خودش میچینه و از اون نقطه رهبری کننده. میتونی یکم مثال بزنین برای بچه ها؟ بله. تو کارت زیاد بودی؟ بله. تو ملاقات ها زیاد بودی، درسته؟ چه مستقیم، بله. چه خودت تنها؟ بله. حالا در تکمیل همون توضیحاتی که بهنامم گفت، مثلا یک مسئله که همیشه ما باهاش مواجه بودیم تو همین حمایت گرفتن ها از چیزهای خارجی بود. مثلا حمایت هایی که اخیر گرفتیم، چه از پارلمان اروپا، شورای اروپا، یه مسئله که همیشه باهاش مواجه بودیم این بود که ما همیشه با یه امر غیر مترقبهی فکر میکردیم مواجه هستیم، چون که فعلا مثلا به دستگاه خودمون نگاه میکردیم که برای مثلا گرفتن امضای پارلمان اروپا با تعداد محدودی ما تونسته بودیم پارلمان اروپا که مثلا متشکل از 12 تا کشوره و نمیدونم کلی پارلمانتر داره و تصمیمات سیاسیش هم به هر حال در سطح اروپا خیلی معتبره، ما این حمایت رو میگرفتیم. ما چون سقف رو خودمون بسته بودیم و فکر میکردیم که کارکرد دستگاه خودمونه، یعنی اون در حالی که داشتیم کار میکردیم به هر حال اون فضایی که بهمون حاکم بود این بود که این دستاورد دستاوردیه که خلاصه همین 4-5 نفر رفتن و با مکانیزم هایی که به هر حال خاص خودمونم بود تونستن این حمایت رو بگیرن. اغلب از بازتاباش خیلی تعجب میکردیم که چی شده یه دفعه رژیم رو به هم میریزه، کل مثلا مطبوعات رو به هم میریزه، یعنی چون نگاه نمی‌کردیم که این در واقع ثمره دستاورد یک جنبشیه در اون سطح از رهبری با این پشتوانه ایدئولوژیکی که داره یا با این پشتوانه‌ای که هست، نمی‌دونم شهدا، اسرا فلان در زیر چتر این رهبری. چون اینجوری به قضیه نگاه نمی‌کردیم، سقف اغلب توی کارکردهای خودمون بسته می‌شد، اغلب با اینا به صورت یه چیزایی که غیر مترقب است چرا چنین عکس‌العملی نشون دادن، در حالی که دیگران با ما اینجوری برخورد نمی‌کردن. دیگران خلاصه می‌دونستن که این چه جوریه، با کی مواجه هستن و این چه خلاصه تأثیراتی می‌تونه داشته باشه، چه این چه نمیدونم کنگره آمریکا بود، سایر جاهایی که حمایت می‌گرفتیم، اغلب به خاطر حاکمیت اون ایدئولوژی قبلی و بستن سقف تو خودمون، یعنی برخلاف این چیزی که شما گفتین، عدم تکیه به یک نقطه خارج از خود، یعنی که اصلا سقف رو تو اونجا ببندیم ما، یعنی بدونیم که تمام این دستاوردها و کارکردها ثمره اون رهبر، کارکرد اون رهبریه تو اون سقف بالا. به این جهت اینا مینیمومش تازه که ما داریم به دست میاریم. به این جهت هیچ موقع هم آمادگی برخورد با اینا رو نداشتیم. مثلا وقتی که این حمایت رو میگرفتیم بتونیم خوب بهره برداری مطبوعاتیشو بکنیم، خوب تاثیرات سیاسیشو جمع آوری بکنیم. همیشه ما سیستممون، دستگاهمون در بهره برداری از اینا خیلی عاجز بود. یعنی فعلا واقع اینجوری بود که یک جنبش عظیمی با این رهبری قرار داشت و ما اینا رو میبردیم از یک کانال خیلی ضعیفی، میخواستیم خلاصه بهره برداری ها رو بکنیم، چون وقت نبودیم خلاصه به اون نقطه و سقف رو اونجا نمیچیدیم. یا همونطور که گفت تو ملاقات ها خلاصه فرق میکنه اینکه آدم وقتی که میره با طرف مقابل برخورد میکنه ببینه که نماینده یه جنبشیه با این همه شهید و اسیر، یا اینکه نه فکر کنه که کارکرد خودشه. همونطور که خودتون هم توضیح دادین، به هر حال ماها با هر چی مدرک و هر چیزی باشه
میتونستیم بهره برداری لازمه رو ازش بکنیم. یعنی فکر میکردیم مثلا این انعکاسی که تو فلان روزنامه دادن فقط صرفا به این بستگی داره که مثلا بخش مطبوعاتی ما تو واشنگتن یا مثلا ستاد سیاسی بوده که این کارو کرده، در حالی که یعنی اینو در وصل با اون رهبری تو اون صفحه بالا نمیدیدیم. این خیلی ضربات زیادی هم به ما زد همین مسئله، یعنی اینجوری صفحو بستن باعث شده بود که خلاصه ما با وجودی که این تمام این کارکردها، کارکرد سالیان از مالی اجتماعی بچه ها گرفته تا کار تبلیغاتی تا مجموعه این کارهای که خود برادر کرده بود تو اروپا، همونطور که گفتین مثلا تک تک خبرنگارا، نمیدونم دیپلمات ها رو اومده بود مسئله ذهنیشون رو حل کرده بود یا مشروعیت این مقاومت رو در سطح جهانی جا انداخته بود. وقتی که اینها به هر حال بعد از 7-8 سال باعث شده بود که مداوما رژیم تو سازمان ملل محکوم بشه یا بعد از 7-8 سال دیگه دستاوردش به این صورت باشه که پارلمان های مختلف اروپایی دونه دونه رژیم رو محکوم بکنن، ما اینو چون به این صورت نمیدیدیم خلاصه هیچ موقع آمادگی برخورد این استفاده از این دستاوردها رو نداشتیم، همیشه هرزش می‌بردیم. یعنی مثلا به طور خاص بخوام مثلا بگم این پروژه‌ها که پیش می اومد و حمایت‌ها که می‌گرفتیم هیچ موقع آمادگی بهره‌برداری کامل از اینا رو نداشتیم، چون فکر می‌کردیم که مثلا خب مثلا 4 نفر از ما رفتن این حمایت رو گرفتن، این که چیز نیست. فکر نمی‌کردیم این 4 نفر در واقع یک پشتوانه عظیمی داشتن و دست آخر اینا فقط اومدن اینو اون قدم آخرش رو برداشتن، نه اینکه کارکرد خاص اینا باشه. درسته که همینجوری به طور عام می‌فهمیدیم که یه جنبشیه پشت این قضیه که داره اینجوری ماده میده، ولی در نقطه همیشه ما این تهدید رو داشتیم، همیشه همواره در معرض این تهدید بودیم که دستاوردهای خودمون رو خیلی دست پایین می‌دیدیم، دست پایین می‌گرفتیم و نمی‌تونستیم ازش استفاده بکنیم. این یک مسئله بود که همیشه باهاش مواجه بودیم. ببینید در واقع در یک کلام میخوام بگم، ما اون چیزی که به دست آوردیم، الان دارن بچه ها تو دنیای سیاست میگم تو همه زمینه ها، اون چیزی بودی که اون چتری که از بالای رهبری باز کرده، به هر حال زیر این چتر خارج از دیگه توان من و شمای نوعی، خارج از این محصولات خودشو داده. بچه اون دیروز حسین داشت میگفت، الان بهنام میگفت، اینا حبیب میگفت، تو هر زمینه ای که بیان همجوری. وای به اون وقتی که دیگه تک تک من و شماها بیایم تو همین دستگاه اینجوری دنبال زنده کردن اون ماده ها باشیم، ببینین چی به دست میاد. همه بحثم اینه، ما تا دیروزم کم به دست نیاوردیم، کم پیروزی نداشتیم، نمیدونم تو هر زمینه ای اینا، اتفاقا باز حقانیت باز همون نقطه است، چتری که اون باز کرده، آره اینا رو زیرش رو به دست، اینا همه اینا رو زیر اون به دست آوردیم. حالا اگر ماهام تک تک بیایم فلواقع اون چتر وجود داره، اون سرمایه هست، اونو به کار بندازیم، پراتیک روزمره، ببینین چی به دست میاد. اتفاقا همه بحثم اینجاست. من ادامه بدم. تو دنیای نظامی هم بچه ها دیروز داشتن میگفتن تو پهنه‌های مختلف، دوندن فرمانده های لشکرتون گفتن که حالا باز چون فرجه نیست من میذارم آخر بحث اگر شد بیان صحبت کنن، اینا هم خودشون میگفتن که خلاصه تو همین دنیای قطع و وصل که حالا بعد توضیح میدم، فرد وقتی از خودش میچینه تا میاد از نقطه رهبری کنندش میچینه، کیفن اصلا دو تا دنیاست. تو پیشبرد کارا گفتم آخه بحثای ایدئولوژیک خیلی بحثای مادیه، روزمره میشه دید تاثیرات اونا رو، اصلا بحثای ذهنی نیستن و ما اصلا بیکار نیستیم. مثلا داشت میگفت که بشینیم به بحثای ذهنی، که فی الواقع مسئله روزمون اگه نباشه حرامه، که یعنی ما باید بلافاصله تاثیر عملکرد اون رو تو کارمون ببینیم و تو محصولاتی که میچینیم. بیام سر ماده بعدی جا نوشتم بحث اعتماد و اعتماد به نفس. تو این دستگاه فرد اعتماد و اعتماد به نفسش از خودش میگیره، سخت اعتمادم خودش، تو اون دستگاه باز میاد از نقطه رهبری کنندش میگیره. ببینین این خیلی برای شما گیر و پیچ ایجاد میکنه تو کارتون. بذارین مثال بزنم، شما هر کس تو هر سطحی که هستین انبوهی مثلا اشکال دارین تو رابطه با مسئولینتون، انتقاد دارین، مسئله دارین، نمیدونم اصلا فرض کنین حق با شما، یعنی فرض کنید تو دنیای چی جدی حق با شما 100%، اصلا این مسئولینتون اشکال دارن، یا برین اون طرف 100% حق با شما نیست، یعنی شما فکر میکنین مسئولینتون اشکال دارن، هر دوی این حالت ها میتونه واقع باشه، کما اینکه خب مسئولین شما که آدم های بیعیبی نیستن، اونام کلی عیب دارن.
این که چیز روشنیه. ولی شمایی که اینجوری میایین میخواین امیدتون، اعتمادتون، همه چیتون رو تو این رابطه از خودتون، درجتون، محیط اطراف، هر چی به شما یه چه میدونم کوچکترین سر سوزنی نمیدونم تلنگر یا نمیدونم ناراحتی میرسه از تنظیم رابطه های این اون، یه دفعه کل اعتمادتون به کل سیستم چیز میشه، مخدوش میشه که یعنی یه دفعه نگاه کنین میذارین پای کجا، در حالی که اگر شما بیاین تو اون نقطه‌ای که باید بسته باشین، والا اتفاقا کوه در مقابل شما بیاد از مشکلات ها. گفتم اصلا حق با شما، اصلا شما رو تکون نمیده که، شما رو از موضع خودتون خارج نمیکنه، شما امیدتون اعتمادتون از جای دیگه است. این مثال ساده تشکیلاتیش. بیام تو جنگ عظیممون، آخه ببینین جنگ ما با خمینی خیلی جنگ عظیم و مهیبیه. اون بار داشتم میگفتم اگر قرار باشه سقف اعتماد و کینه تو سقف خودمون بسته شه اصلا جواب نداره ها. میرین نمیدونم نمیتونین تحلیل سیاسی کنین، شرایطو تو لحظه متوجه نمیشین، حالا تو بیان براتون تحلیل کنن باز کنن، آی نمیدونم چی شد، این که نشد، ما که نرفتیم، چرا هنوز نرفتیم، پس کی میریم، چرا اون بار رفتیم اینجوری شد، تو عملیات قبلی چرا اینقدر نمیدونم شهید دادیم، چرا اینقدر اسیر نداشتیم، هزار و یک سواله. وقتی کسی بخواد دستگاه رو خودش ببنده از همه جا قابل سوراخ کردنه، ولی ببین تو اون نقطه‌ای که باید ببندی همه اینا فرو میریزه. مهمتر از همه اعتماد و اعتماد به نفس شما و بعد ایمانتون. حالا آخرش خواهم گفت ایمانتون به این که ببینین حق با شماست، ایمان به این که میتونین سرنگون کنین، ایمان به این که ببینین جواب همینه، راه هم همینه، بهترینش هم هست، درست‌ترینش هم هست. تو سقف خودتون که میبندی از هزار و یک جا میشه سوراخش کرد. انتقاد به حق یا ناحق حتی مسئولتون میتونه سوراخ کنه، شما رو از موضعتون خارج میکنه. ضررش اینه دیگه، دیروز داشتم میگفتم وقتی که من وصل نیستم ضررش رو اول از همه من میدم. که آخه رهبر عقیدتی مسئله از من حل میکنه اون نقطه، جز اینکه ما بارمون و مسئولیتمون رو اول بس داشتم میگفتم گناهانمون رو نمیدونم همه خلاصه خرابکاریمون رو بریزیم سرش، که چیزی بیشتر از این نداره. که همه بدیای من و شما پای کیه؟ از این چیز بریم بیرون، اینجا زیر این سقفی، از این سقفی کم بریم بیرون، پای کی می‌نویسن؟ مسئولیتش رو دوش کیه؟ این که واقعی رو دوش یه نفرگه. پس بیاییم بهرش رو ببریم. اون اعتمادی که آدم میخواد از خودش بگیره، آخه فرد هزار و یک مشکل داره، واقعی هم هست، سوراخ میشه، در نتیجه آدم همیشه لرزانه، اصلا اعتماد به نفس نداره که. ولی اون اعتماد به نفسی به درد میخوره که ایدئولوژیکه، یعنی روپای رهبریه، هیچی دیگه نمیتونه سوراخش کنه. من میتونم هزار تا عیب داشته باشم، هیچ مهم نیست، ولی ببین من جزئی از اون سازمان و اون جنبشیم که این رهبریشه. چی میگی؟ بیا اینم کار کردش، اینم کارنامش، اینم مسئولش. باشه اینطوری هم دینامیزم میگیرم برای اینکه مسئله رو حل کنم، ولی همیشه در خود لرزان، اعتمادی اصلا باقی نمیمونه که، اعتماد به نفسی ازش در نمیاد که. بیام سر بعدی، امید و ناامیدی. گفتم تو همین بس امید و ناامیدی که بخواد سقفش به خود من بسته باشه اصلا میشکنه در مقابل این کوه از شقاوتای طرف مقابل، امیدی باقی نمیمونه که. این همه سال داره میزنه، میکشه، شکنجه میکنه، کشدار میکنه، روز به روز داره خفقانو بیشتر میکنه، مگه فکر میکنین این همه مردم ایران که دل مرده، مأیوس، پژ مردن از کجاست؟ آقا سقفشون خودشونه که، ندارن اون نقطه رو. باور کنین اگه وصلشون کنین، دیدین بهترین روحیه ها تو خارج کشور میگن مال کیه؟ مگه غیر از اینه که مال هواداره خودمونه؟ دیدین حتی ایرانی های خارج کشور رو چجوریه وضعشون؟ بیماری روانی ساده ترین بیماریه توشونه. سقفی که به خود بسته باشه در مقابل این موج عظیم از شقاوت و بدبختی و سیاهی و اینا چجوری دووم میاره؟ خودش از دست میده که میوازه، خیلی هم طبیعیه، ولی اگه وصل باشه به اون نقطه اتفاقا هرچی هم که فشار بیشتر باشه بالاتر میره، شعف بیشتر داره برای مقابله، رویارویی، جنگیدن، برای اینکه عشق و ایمان داره به نقطه‌ای که میخواد جانشین کنه، به اون نقطه‌ای که میخواد
خلاصه آلترناتیفش رو ببره، نمیدونم بگیره اون حق و حقوق و بتونه نمیدونم جامعه عمل بپوشونه. بیام سر بحث حل مشکلات توی این دو تا دستگاه. اینجا اینا رو گفتم. اینجا ببینید تو این دستگاه حل مشکلات اساساً خصلتیه، میکروس، یعنی مثل سوزن برداشتن و کوه کندنه. نهایتاً هم تو این دستگاه، تو دستگاه بسته، مسئله حل نمیشه. که من فکر می‌کنم که خیلی از شماهایی که کار تشکیلاتی کردین با سابقه این بدونین که تو این دستگاه بسته هر چقدر که با خصلت ها در بیفتین ماکسیموم میتونین اونا رو یه قدم عقب بنشونین. من یادم بحثای تشکیلاتی دوران های قبل سازمان یه واقعیت بود، این بود که فرد به دلیل شرایط طبقاتی، نمیدونم فرهنگی، خانوادگی، همه اینجور چیزا، خصلت هایی کسب کرده در طول سالیان. تغییر اینا توی زمان کوتاه کار ساده ای نیست که او فرد بعد سالیان سال با خودش برخورد کنه، چیکار کنه چیکار کنه تا بتونه یه قدم این خصلت‌ها رو عقب بنشونه. و تو این دنیا آره همین حرف واقعی و درست بود. من فرض کنیم تو فلان طبقه بزرگ شدم، نمیدونم طبقه بورژوام، میتونم یک مارک بورژوازی به خودم بزنم، یا تو طبقه خورده بورژوام یک مارک خورده بورژوایی، نمیدونم تو هر طبقه ای که هستم انواع و اقسام مارکا رو میشه به افراد زد که نمیدونم ببین این مرتجعه، اون یکی لیبراله، اون یکی راحت طلبه، اون یکی نمیدونم این اشکالو داره، اون یکی این اشکالو داره. خب بعد چی؟ آره اینا همش واقعیه. تای خطالی چی؟ اون یکی فردیت کلفت داره، اون یکی موزه طلبی وحشتناک داره، اون یکی ردخواهی داره، اون یکی تمپروری داره، اون یکی نمیدونم راحت طلبی داره. همه اینا هست. تو این دستگاه من میخوام اینا رو حل کنم. خب با اینام که نمیشه فقط زندگی جمع کرد کار کرد که. ببینید تو این دستگاه نیست که محدوده در خود، سختش به خودش بسته است. ماکسیموم هر چی هم باشه جا به جا کردنه، یه گام دو گام عقب نشوندن اوناست، ولی حل ریشه ای نیست. در حالی که برعکس تو این دستگاه با وصل به این نقطه، این وصلی که من الان کشتم، وصلی که الان شما تو دنیای کهن داشتین، به همین میزان وصلی هم که بودین، همین سیمای نازکی که وصل داشتین، به همین میزان تونستین اتفاقا همین مقدار که گفتم از مسائل فردی و شخصی رو حل کنین. یعنی کسی نمیدونم فردیت داشته چنگام اونو عقب بنشونه، موضع طلبی داشته، نمیدونم خودخواهی داشته، راحت طلبی داشته، هر چی که بوده تو این دستگاه به دلیل این سیم های وصل، به اصطلاح این سوراخ هایی که این سقف رو کردی، همین میزان که عبور کرده تونسته بیاد اینجا ریشه بسوزونه، البته محدود. اینجا من بکشم تو این دستگاه. ببینید این دستگاهی که رو فرد وصل است، بذاریم بریمسم سقفش، حالا خواهم گفت جنسیته، حالا که بعد توضیح خواهم داد. بلا فاصله فردیت، یعنی این دستگاه یک سنگ قبری داره درو، یه طرفش جنسیت، یه طرفش فردیت. اوج فردیت یعنی سقف فردیت فرد اینجاست، زیر این دیگه تمام مشکلات و معضلات فردی به ترتیب ردیف میشه. ببینیم تو دستگاهی که شما دیروز بودیم، گفتم تو مجاهدین بودیم، تو ارتش آزادی بخش بودیم، به همین میزان که رابطه داشتیم وصل بودیم کار کردیم، به همین میزان به نصف مسئله حل کردیم، ولی هیچ وقت مسئله ریشه‌ای و اساسی نتونستیم حل کنیم. مثلا همه بچه‌ای که موزه طلبی داشتن، رد خواهی داشتن، قطعاً عقب نشوندن اون رو درصدی، ولی به اون همین میزان که وصل بودن مهار کردن، کنترل کردن، ولی تونستن تو واقع ریشه‌ای حل کنن؟ نه. تو این دستگاه اتفاقا فرد
هرچی که تلاش کنه برای حل و فصل مسائل شخصی و فردی خودش بیشتر هی میره فرو، هی در این چاه. میدونید مثل چی مونه؟ مثال ساده براتون بزنم. شما فرض کنید خودتون رو توی اتاقی، توی اتاق محدود تنگ و تاریک. خب ببینیم بکنیم، میخواییم مثلا فرض کنید از دیوارش، زمینش، هر جا که بکنیم، آخه اون خاکی که به دست میاد بالاخره تو همون محدود است، رای به بیرون نداریم بریزیم که. دوباره یه گوشه دیگه، یه طرف دیگه خودتون انبار میکنیم. از پایین بکنیم بذاریم خودتون میریم پایین. به هر حال دوباره خودتون اونجا محدود میکنیم. فضایی برای شما باز نمیشه که. از یه طرف فرض کنید راه باز میکنید، از یه طرف دیگه راهتون رو میبندید. مثل آدمی که سرگردونه توی این قوطی، توی این قبر. هر طرف بره بالاخره میخوره به یکی از این دیوارا. این دیوارا هم دیوارهای خودشه. راه برون رفت نداره که. دائم بعد این تو بچرخه. سقف این دستگاه خودشه دیگه. به خودش بسته است. به هر میزانی که وصل بودین شما تونستین درصدی از این مسئله حل کنیم. در حالی که ببینیم تو این دستگاه میگه که ببین مشکلات حلش از کانال ایدئولوژیک، یعنی تنظیم رابطه با نقطه خارج از خودت، یعنی رهبریته. اون میزان از مشکلت حل میشه و ریشه‌ای هم حل میشه که توی تنظیمت با این کنار بزنی و اون واقعیه و ریشه‌ای حل میشه. ولی خارج از این نه، دنبال بقیهش هم نرو. بذارین یکم اینجا بیشتر توضیح بدم. ببینید تو این دستگاه نهایتاً تای خط فرد اتفاقاً هرچی هم به خودش مشرف میشه، مشکلاتش رو بهتر میفهمه، تناقضاتش رو میاد میگه، تای خط حالت اقرار نزدیکیشیش پیدا میکنه. یعنی دیگه از توش استیصال ده، کاری نمیتونه میکنه. دائم میاد میگه ببین اینم باشه، اینا هستی، ولی چی؟ دیدین میرن چی کار میکنن؟ شکل انحرافیش هر هفته نمیدونم هر ماه هر وقت میرن کیشی اقراراشونو میکنن، دوباره میان از نو همون اشکالا رو شروع میکنن، همون مشکلات هم که میدونن بده ها، همون کارا، هم گناه ها رو دوباره تکرار میکنن، دوباره میرن یه دور دیگه اقرار میکنن، دوباره میان از نو. اون که چه فایده ای داره؟ کم کم اصلا قبحش میریزه. بذاری میگم تو این دستگاه خصلتی، یعنی تو این دستگاه که سقفش به خود بسته است، مسائل تقریبا دو شیوه داره، دو شیوه حل داره غیر از این دستگاهی که توحیدی که ما میگیم ایدئولوژیک. یکی دستگاه به اصطلاح کاملا در خوده، هر دوش سقفش به خوده، این یکی به سمت پایین حل میکنه، هی فشار رو خودش میاره، هرچی بیشتر میره اتفاقا تو قبر. تایی این دستگاه میرسه دیگه به یأس و ناامیدی از تغییر خودش، چون دیگه چی کار کنه؟ هرچی به خودش فشار آورد، تایی خط که حل نشد که، تو هر زمینه‌ای که بگی، حالا تو قسمت‌های بعدی خواهم گفت، گناه شخصی، فردی، اشکالایی نمیدونم مناسباتش، روابطش، میبینه که چیزای فرق میکنه درش یقین، ولی تایی خط چیزی نیست، بازم تکرار همونست. بعد کم کم خب آدم به خودش به شک میفته، چرا آخه؟ چرا من فرق نمی کنم؟ یکی این دستگاهست که نهایتاً از توش پاسیویزم در میاد، یعنی فرد باید همه انگیزه‌هاشو به کار بگیره برای اینکه هی اشکالای خودش رو مهار کنه. در یه دستگاه دیگه هست که ببینیم رسمیت میده. یعنی چی رسمیت میده؟ یعنی ببینیم خیلی معقول میپذیره، من آدمیم از فلان طبقه، فلان خانواده، فلان فرهنگ، این اشکالا رو دارم، آره خیلی هم بده، هیچ کاریش هم نمیشه کرد، همه هنرم اینه که به اشراف برسم به اینا، بعدش هم فرض کنیم تناقض چیزی داشتم بیام بگم. یعنی پذیرش رسمی هر اون چی که اشکاله، تئوریزه کردن اون. تای خط در هر دوی این دوتا فرد به ناباب در اعماق تای خط به عدم ایمان به حل مشکلش میرسه. کمون که الان به تو خواهم گفت خیلی از مشکلاتی که شما ازش رنج میبرید که تای خط تو این انقلاب خودشو بارز میکنه، همون که در اعماق ایمان به تغییر خودتون ندارین، یعنی خودتون پذیرفتین، آدمایی هستین اینجوری، من نمیدونم اینجوری هم، اون یکی اونجوری، این یکی آدم بدی، این یکی آدم خوبیه، به لحاظ خصلتی فردی ایمان به تغییر اینجوری ندارین، به هر حال تو یکی از این دو تا دستگاه بودین.
هر دوتا اینا باطله، چون هر دوش تو اینه و راه نداره. گفتم با سوزن کوه کندنه، کنده شده ها. تو اون دورانم بالاخره چاره غیر از این نبوده که، بالاخره بهتر بوده تا اینکه فرد خودش رو یله و رها کنه. ولی تو این دستگاه، تو این دستگاه ایدئولوژیک ما اومدیم میگیم که ببین اصلا همه هنرمون اینه، فرد توان تغییر داره. هنر قضیه هم اینجاست، چگونه؟ از طریق وصل به این. کار سختیه، به همین دلیل فرد نمیتونه، دینامیزم خودش برای حل مشکل خودش به تنهایی کافی نیست. این که من آدم خوبی باشم به تنهایی دینامیزم کافی برای حل مشکل فرد نیست. این دینامیزم کافیه که ببین تو باید این مشکلتو حل کنی، نه به دلیل اینکه آدم خوبی باشی، به این دلیل که ببین بتونی بار بیشتری برداری از این مقاومت، از این سازمان، از این ارتش آزادی بخش و از این رهبریش، تا بتونی هرچی سریعتر حقوق خلق رو به دست بیاری و مسئله اونو حل کنی. یعنی احساس مسئولیت بالاتر وادارش میکنه به حل مسئله. پس الزاماً باید دنبال حل اون مسائلی بره که مانع تنظیم رابطهش با این نقطه است. یعنی چی؟ یعنی مانع مسئول بودن و مسئولیت پذیریش تو رابطه با این نقطه. و این وصل به یک جنراتور عظیمیه که قطعا فردو میتونه از مشکلاتش بکنه، در حالی که اینجا که کافی نیست، نمیتونه. بذاریم بگم چرا اصلا هم نمیشه. ببینیم تا دیروز شما میخواستین آدم خوبی بشین برای چی؟ میخواستین مشکلاتتون رو حل کنین برای چی؟ برای اینکه آدم خوبی باشین. اصلا این منطق، این دستگاه ارزشی غلطه. میدونین چرا؟ برای اینکه تو این لحظه ما هدفمون این نیست که کسی اگر برای این مبارزه میکنه، نمیدونم میخواد مشکلاتش رو برای که آدم خوبی باشه، تو لحظه نمیتونه. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که بذاریم مثال بزنم. فرض کنین ما بگیم مگه ما نیومدیم که تای خط انسانهایی نمیدونم تراز مکتب و اینا درست کنیم؟ چرا؟ ولی الان بحثمون این نیست. الان اگر خمینی رو سرنگون نکنیم، از توش هیچ انسان تراز مکتبی بچم در نمیاد. تو اتاق دربسته که نمیشه که. هنر اول، وظیفه اول سرنگونی خمینیه. تو اون مسیر اونقدر که لازمه خودتو اصلاح کن. و این کارایی داره و باراوری داره. بیشتر از این نه. مثل این میمونه که ما بیان میگیم مگه ما ضد امپریالیست نبودیم؟ تو اون سالهای بحثای لیبرال ارتجا یادتونه؟ دعوای با نمیدونم فاز سیاسی سر رژیم خمینی. این بقیه که انتقاد میکردن و نمیدونم کلی مارک میزدن به مجاهدین که شما چرا نمیدونم پشت ارتجاع رفتین، اصل لیبرالان نمیدونم از امپریالیزم و کووید، چون الان امپریالیزم دشمن اصلیه، بر چی رفتین پشت نمیدونم خمینی و فلان و اینا، میدونین از چی غافل بودن؟ خب میخواستن آخه دشمنی که دم دست بود رو ول کنیم بریم، اونا که ماده نیست که. فعلا دشمن اصلی شما خمینیه. اگه خیر اینو نگیرین، اثر رو بر ندارین، مرز امپریالیزم به کجا میرسه؟ و تا خط دیدین همشون به کجا رسیدن؟ همه چی رو، همه انواع مبارزه رو کنار گذاشتن، اونایی که به ما اون مارکو میزدن. آخه هر کی باید مانع اول سر راهش رو برداره. مانع اول سر راه ما خمینیه. برای سرنگونی اون، اون چی که لازمه باید ما از خودمون اصلاح کنیم، در درون خودمون باید اصلاح کنیم. بالا الانم به این دلیل به منفجر کردن این قبرا نشستیم. آخه این مانع توان ما رو کم کرده، پایین آورده. شما که هر کدوم انبوهی انرژی ذخیره شده داری، پشت این سنگا گیر کردی، میخواد اینو منفجر کنی. به همین دلیل نیازمندیم که آره، اونقدر که مانع داریم، اونقدر از اشکالاتون که مانع پذیرش مسئولیتتون تو رابطه با این نقطه است، یعنی در تنظیم رابطتون با این نقطه، اینا رو باید کنار بزنید. تا دیروز این سیمای باریک بوده، میگیم دیگه نگاه کن این سیما کافی نیست، اونچنان انرژی و مسئولیتی باید رو دوشت باشه که این سیما نازکه، پاره میشه میفتی، بعد اینو کلفت کنی. چگونه؟ همون بحث اساسی. آخه بعد این سنگ قبر رو برداری، از درون خودت بیای بیرون. همه بحث هم اینجاست. پس باز بخوام خلاصه کنم، ببینید تو این دستگاه حل مشکل خصلتی میکرو عقب نشوندن اوناست، تای خط هم اقرار پیش کشیشه. توی این دستگاه برعکس،
حل مشکل از کانال ایدئولوژیکه، یعنی تو رابطه تنظیم رابطه با رهبری. بنابراین ببین، هزار و یک عیب شما میتونید داشته باشین، به من چه؟ حالا یه ذره تمپروری دارین، یه ذره راحت طلبی دارین، یه ذره اضافه، این یکی از اون یکی یه ذره اضافه میخوره، نمیدونم یکم اون یکی کمتر به لباس بهش میرسه، اون یکی بیشتر، به اینا چیکار دارین؟ ببین اون مشکلت که مانعته، اونو بزن کنار، بقیه رو ول کن. میگیریم بحثو؟ مشکل کجاست؟ اون قسمت از اشکالایی رو میخوایم رفع کنیم که اینجا حائل و مانع است، نمیذاره تو وصل تمام عیار باشی، نمیذاره همه انرژیای ذخیره شده و نهفته در خودت رو اینطوری استخراج کنی و به کار بگیری. ببینید تو این دستگاه با سمت راست، واقعیتش اینه که اصلا تو دستگاه قبل آدم فکرم میکنه که میتونه مسئله حل کنه، تو این دستگاه چون هرچی بیشتر در خود میره مسئله اتفاقا عمیق‌تر میشه، ریشه دارتر میشه. درختی که دیدین هی ریشش بره پایین‌تر، قبول دارین کندنش مشکل‌تره؟ چون آدم رو به داخل، رو به خود، در درون خود میخواد مسئله حل کنه، مشکلاتش عمیق‌تر و ایدئولوژیک‌تر میشه، یعنی بیشتر اثر میذاره، خرابترش میکنه، به بیرون راه نداره که. یه مثال ساده بزنم، حال تو قسمت‌های بد باز میگم. فرض کنید دستگاه خمینی که میگیم مرزبندی جنسی داره، تو دستگاهش اینقدر گناه و ثواب جنسی عظیمه، ظاهرش اینه که مسئلهش بوده، نه؟ ولی آیا هیچ دورانی از تاریخ، تاریخ کشور ما، فحشا و فساد جنسی به این میزان که تو رژیم خمینی بوده وجود داشته؟ واقعا نبوده که، آمار و ارقامشو خودشون میدن و این واقعیه. آخه میخواد تو اون دستگاه فرد رو هی در درون خودش مسئلهش حل کنه؟ جواب نداره که، هی میکنه بیشتر تو قبر، بیشتر خراب میشه، حتی به لحاظ جنسی و اخلاقی هم که ماکسیموم خواست آرزو و نمیدونم آمال این دستگاهه، حتی تو اون رابطه خرابتر از همه میشه، بدتر میشه. باز بیام تو این دستگاه، این صفحه بیاییم، باز تو دستگاه اوج تکامل، یعنی بالاترین ارزش و ثواب. تو این دستگاه ببینیم تنزه طلبی فردیه، تنزه فردی، خلاصه تای خط نوشتم اینجا صوفی، راهبه، اسارت در قیروبندهای فردی، اینجا بالاترین ارزش، ذوب در رهبری، یعنی وصل تمام عیار که محصولش رهایی از تمامی قیدوبندهای فردی. یعنی چی؟ ببینیم این دستگاه همون که اونجا کشیدم، سقفش جنسیت و فردیته، یک سنگ قبر دورو، اون برای جنسیت، این برش فردیته. اوج فردیت یعنی اوج خود، خودشو تو بالاترین حدش سر ارزش‌های خلاصه دستگاه جنسیت بارز میکنه. تو این دستگاه اوج تکامل اینه که فرد به لحاظ اخلاقی و جنسی پاک و پاکیزه بمونه، بعدش هم تو بقیه زمینه ها، یعنی پاکیزگی فردی، تو زمینه خصائل فردی منزه باشه، دست و پای خود فرد آلوده به هیچی نباشه. قبول دارین که اگر کسی دنبال این بخواد ته تیفش باشه، فی الواقع باید تارک دنیا بشه، چون تو این دنیای آلوده شما، آخه انسان موجود اجتماعیه، این همه ارتباطات داره، مگه میتونه پاک و پاکیزه بمونه؟ حتی به لحاظ خصلتی ها، آخه تو همین جامعه رشد کرده، بزرگ شده، با مردمی که سر و کار داره، اگر میخواد خیلی پاکیزه بمونه بهتره بره تارک دنیا بشه دیگه، بره تو خانقاها، بره نمیدونم این گوشه کلا خواست، اصلا ول کنه دنیا رو. ته این دستگاه این که نمیشه، ولی تو دستگاه خمینی بیان، دستگاهی که تبلیغ میکنه اوج پاکیزگی فرد و پاکیزگی جنسی و شخصی و تنزه فردی، خمینی که حتی پشه نمیکشه، به اصطلاح خودش دستش حتی به خون یک پشه آلوده نیست، اینجوری خودش رو میسازه دیگه، سقفشونه،
برای نیروهاش هم اینو تبلیغ میکنه. بالاتر از اون به لحاظ جنسی، معصیت جنسی، پاکیزگی و نظافت داشته باشه. این سقف این دستگاهست. در حالی که اون یکی دستگاه میگه چی؟ میگه ببین سقف تکاملت، الان داشتم میگفتم به لحاظ فردی هرچی هستی باش، راست میگی، ببین بیا هرچی میتونی به رهبریت وصل بشو، اونجا ذوب بشو، یعنی در واقع از این کانال عنصر خود، فرد و فردیتو تا اونجایی که امکان پذیر اتو کن، له و لوردش کن. این راه رهایی از قید و بندهای فردیه، این تو رو شکوفا میکنه و تمامی استعداداتو. این یکی دستگاه در خود میبره. اتفاقا تو این یکی دستگاه نوشتم اتفاقا اوج آلودگی افراد دقیقا تو همین دستگاه است. به ظاهر خاص این دستگاه هست ولی کارکردش ضد خودشه، در درون خودش امکان نداره. که همون که گفتم فرد هرچی میره پایین تر اتفاقا آلوده تر میشه. بهترین شاخصش دستگاه خمینی، واقعا ناپاکتر، حتی به لحاظ جنسی و شخصی ناپاکتر از افراد خمینی تو تاریخ ما بوده. از این پاسدارای جلادش تو این زندان ها چی کار نکردن؟ با خواهرای ما، با برادرای ما، با مردم تو کوچه خیابون، مردم عادی ها. کی کدوم آدم نرمال معمولی این کارو میکنه؟ اینقدر اینا رو برده سقفشون رو بسته، اینقدر این ارزش ها رو تبلیغ کرده که تبدیل به یه همچون موجوداتی کرده. اوج ناپاکی و آلوده بودن از تو این دستگاه در میاد. و برعکس اون یکی دستگاه هدفش این نیست. هدفش میگه اوج تکامل دستگاه من اینه که هرچه بیشتر به اون نقطه رهبری کنندم وصل شم، اونجا ذوب شم. ولی بخواید و نخواید از توش چی در میاد؟ پاکیزگی اخلاقی در میاد. بهترین مثالش هم مسعود بارها گفته، همین ارتش آزادی بخش. آیا پاکیزه تر از مناسبات توی ارتش آزادی بخش جایی پیدا میکنی؟ داخل کشور که روشنه، این بچه های باز قسمت‌های نیرویی و نمیدونم این سیاسی از کشورها اومده بودن میگفتن واقعا وضع ایرانی‌ها تو خارج کشور اسفباره، حتی به لحاظ اخلاقی ها. یکی از داخل بلند میشن میان، اون فشاری که اونجوری خمینی روشون آورده به اصطلاح بردتشون تو این قبرا، یه دفعه وقتی که میرسن به این فضا منفجر میشن. بی بندوباری مفرد، بی حد و مرز، مرز نداره که. یعنی اتفاقا فرد رو میخوای هرچی پاکترش کنی که اونجا بین خود خارج از خودش وصل کن. آخه انسانه، هرچی مسئولتر میشه پاکیزگی بیشتر براش میسره، و الا سقفم به خودم بسته باشه تای خط، فایده هم که نداره. برای چی؟ از توش اون افراد خمینی در میاد که فی الواقع حد شکستن دیگه. حالا بعد تو بحث چیز خواهم گفت. خمینی که خودش آخه برای خود خمینی هم ملاک همینه، سقفش اینه که تو چشم نیروهاش به لحاظ شخصی و فردی معصوم به نماد، پاکیزه باشه، رو زمین میشینه، نمیدونم نماز شبش قطع نمیشه، نمیدونم خدا کمرشو بزنه همون نمازاشو، اون نمیدونم قصه هایی که براش دروردن رو شنیدین یا نه، که آقا یک روز مگس اومد تو اتاقش به خاطر اینکه نکشه پوفو شد با عوا دنبالش از پنجره بیرونش کرد. جدی این بچه هایی که تو این دم و دستگاهی چیز بودن تعریف میکردن، یک فاکتوری و ترویج میکرد، تبلیغ میکرد. البته راستم میگه، اگر اون اینو تبلیغ نکنه، خودشو از این بابت جلوی نیروهاش پاک و منظر نگه نداره، نمیتونه اون پاسدارهای شقاوت پیشه رو تربیت کنه که اونطوری خون بریزن و اونطوری شکنجه کنن. به اعتبار این ارزش گذاریه دیگه، نگاه کن پاسداره میگه نگاه کن یکی هست که پاک، اون داره میگه آقایی که خودش اینقدر پاکی داره به من این دستور رو میده که برم آره این شکنجه ها رو بکنم، خون بکشم، به دختراشون قبل از اعدام تجاوز کنم، نمیدونم اندام و اعضای اینا رو در بیارم، پیوند بزنم به نمیدونم عناصر خودم، فتوای رسمی داره ازش دیگه. به این اعتباره که میتونه اونا رو. و ببینید محصول دستگاهش چیه، ببینید چقدر نیروهاش از خودش دور میکنه.
تو دنیای واقع آخه این که امکان ناپذیره، این یعنی این تا این دستگاه یعنی معصوم، مگه میشه؟ ولی خمینی تو چشم نیروهاش خودشو معصوم مینمود، تو ماه میدیدنش. مابزاش چی کار میکرد؟ مابزاش اینی که فاصله هرچی بیشتر، و البته طبیعی هم هست. نگاه کن، اون رهبر منه، اون امام منه، اون کجا، اون من کجا، اون پاک، اون داره به من فتوا میده، از منم همین برمیاد. میره اون همه جنایت و شقاوت میکنه، پاسداره شکنجگرهای شاق توان این درجه از شقاوت و چیزی نداشتن تو زندانه ها، مطلقا امکان نداشت. دیروز مسعود داشت در مورد مجیده آقا میگفت، اون شکنجگرهای تاپ رژیم شاه واقعا با والیوم و قرص اعصاب و اینا میکشیدن، یه حدی داشت شکنجه کردنشون، توان اینا نداشتن. که پس توی اون دستگاه بالاترین ارزش تنزه فردیه که نهایتاً هم بهش نمیرسه، به ضدش میرسه. تو اون یکی دستگاه عنصر ایدئولوژیک یعنی ذوب در رهبریه، وصل شدن هرچی بیشتر. حالا نهایت سقوط تو این دستگاه یعنی ضد ارزش، یعنی بالاترین ضد ارزش. تو این دستگاه باز گناه جنسی و معاصی فردیه. توی اون یکی دستگاه یه قطع از رهبریه، خطای ایدئولوژیکه. بالاترین گناه تو اون دستگاه قطع بودنه و بالاترین ثواب هم وصل بودن. همه چیز زیر این به دست میاد، این اون تضاد اصلیه. هر مثبتی بخواییم زیر اون به دست میاد، هر منفی هم بخواییم باز زیر همونه. پس تو این دستگاه که سقف گناه های فرد، گناه های جنسیه و ماکسیموم خلاصه رسیدن به تای خطش، یا در واقع در حضیض قرار گرفتن، به تای خط رسیدن، از دور خارج شدن، اوج انحطاط، هرچی که بگید، گناه های جنسی و فردیه. ولی اون یکی برعکس قطع بودنه، یعنی اون باز ایدئولوژی تو رابطه با نقطه خارج از خود، این فردی و در خود. محصولاتش هم که همون زیرش نوشتن، از توش اسارت هرچه بیشتر در قید و بندهای فردی، همون که گفتم در خود رفتن، اینطوری پشت دهش یک قرون، نمیدونم دو تومن سه تومن، گناه شخصی و فردی، فرد رو بستن، مهار کردن، انرژیاشو ذخیره کردن. میدونین تو این دستگاه خمینی چی کار میکنه؟ اتفاقا تو این دستگاه نیروهاشو تو قبر میبره، اینجوری هم حتی میفرستشو، میگیم اوج جهل و خرافات و ناآگاهی. یعنی برای بچه ها تعریف میکردن این پاسدارا و بسیجی هایی که میفرسته تو جبه رومین و اینا رو جمع میکنه تو این دستگاه قبر، هی میبره در خود، ببینین چقدر خطا داریم، ببینین چقدر گناهکاریم. حالا طرف مثلا یه خطای جنسی داشته تو بچگیش، نمیدونم اصلا زمانی که از عقلش نمیرسیده یا هر چیزی، که ببین برای اینکه این گناهت جبران بشه، برای اینکه نمیدونم اون دنیا خدا ببخشتت، بعد بری این کارو بکنی. یعنی دقیقاً اون چیزی که اشاعه میده تو این دستگاه چیه؟ مرگ، ایدئولوژی مرگ از موضع استیصاله، برای خطا، برای جبران اون خطا هاست. یعنی اصلا اینجوری نیروهاشو تربیت میکنه، هرچی هم بیشتر ببرتشون تو قبر، بیشتر نیازمندترن دیگه، فقیرترن، از موضع بدبختی، زجر و استیصال. محصولش هم اون چیزی که میبینی. تو این دستگاه وای اگر کسی دچار خطای جنسی بشه، من دیگه اصلا امکان پذیری که بتونه از پشتش در بیاد. تو جامعه که دیدین چی کار میکنم، بخواست تو جامعه خمینی اعدامه، نه؟ حکمش اعدامه، در حالی که دیدین برای جاه طلبی و نمیدونم موضع طلبی و فردیت داشتن کسی رو اصلا حتی زندانش کنن، کلی نمیدونم ظلم کردن به این و اون، اصلا این چیزو معنی نداره که. اینا همه اصلا نه تنها گناه نیست، اینها اون ارزش های جامعه است. احتمالا فرد هر چقدرم که متکبرتر باشه، نمیدونم جاه طلبتر باشه، خودخواهتر باشه، احتمالا بیشترم تحویلش میگیرن.
اون دستگاه دیگه، تو دستگاه خمینی، تو دستگاه شاه که خب فرق میکرد، حالا یا زندانی بود یا یه جوری پروندهش رو مصمالی میکردن، تو دوره خمینی هم که اعدام میکنن. این کارارم نکنن روام نشه، وای به اون بدبختی که سر سوزنی، اصلا در دوران بچگی دیگه سرش بلند نمیشه، کمرش راست نمیشه، تموم شد، چیزی ازش باقی نمیمونه دیگه، همیشه گیره. در حالی که اون یکی دستگاه میگه بابا راه توبه بازه، بیا برگرد. حالا مسعود تو بحثش توضیح خواهد داد، اصلا بحث گناه های کبیره و صغیره تو دستگاه فلواقع اسلام محمدی این نیست که آخونده ترویج کردن ها. این چیزی که تو اذهان هست واقعا اصلا 180 درجه با اسلام واقعی، یعنی اسلام محمدی تفاوت داره. حالا مسعود توضیح میده براتون، اینجوری نیست که اینا ترویج کردن و دارن مردم رو زیر ضربش میبرن که سنگسار، شلاق، اعدام، دست قطع کردن، پا قطع کردن. همونطور که گفتم تو این دستگاه خمینی اینجوری فاصله خودش رو رهبری رو اضافه میکنه، در حالی که هنر رهبر واقعی اینه که اتفاقا به رهرواش بگه بابا راه رفتنی، بیاین. چرا نمیاین؟ مگه راه مال یکیه؟ راه اون راهبر میره، راهو میکوبه برای اینکه بقیه راحت تر برن، نه اینکه بقیه وایسن هی نگاه کنن. که آخه هنر رهبر اینه. ولی آخه اون که رهبر نبود که، اون دنبال جاه طلبی بی حد و مرز و اینان گسیخته خودش بود. این کارا رو همه به اون دلیل میکرد. بیام سر بعدی، بذارین تو اینجا توضیح بدم. تو این دستگاه در واقع همون که گفتم اصالت با جنسه، گفتم اصلا تغییری متصور نیست، جنس افراده که تعیین میکنه. این از این طبقه به دنیا اومده، تو این خانواده بوده، این ویژگی ها رو داره، همین دیگه تغییر نمیکنه که. سقفش هم که گفتم جنسیته، این زن اون مرده. تو این دستگاه هم زن موجودی ضعیفه، ضعیف است، مرد ازش برتره. این اولین تفاوت جنسی. بیاین تو خود زنا، ارزش کالایی آخه. این یکی ارزش‌های کالایی لازمه رو نداره، پس این یکی پست‌تره، اون یکی بالاتره. همینجوری بیاین نسبت به توی جامعه اونجا که ارزش میشه، طبعا تو جامعه خمینی آخوندا جنسای برترن دیگه، لابا چاقاشون هم باز از اون یکی لاغراشون. همینجوری بیاین بالا. آخه توی پریشب مسعود داشت میگفت بابا شیطان رو خدا اصلا برای چی شیطانش کرد؟ اومد در مقابل انسان مدعی شد که ببین جنس من از این برتره، یعنی جنس من از آتیشه. خب واقعا هم جنس برتر بود، ولی مگه بحث جنسه؟ معلوم شد پس به معنی واقعی شیطان و شیطان پرست واقعی کیه؟ خمینی و دستگاهشه دیگه، اون کسی که اصالتو به جنس میده، این دستگاهست. فلواقع هم شیطان این کارو کرده دیگه، ولی اصالت با جنس نیست. من از هر کجا اومدم، از هر طبقه، با هر نمیدونم، با هر درجه از ثبات، بابا اگه میتونم تو اون دستگاه بیام وحشم زوحشم، فرقم چیه با شمای دیگه که کلی مدعی هستین نمیدونم از فلان فرهنگین، فلان طبقه این، تحصیلات دارین، چی دارین چی ندارین، هر چی هستین باشین. و منم هستم، راستم میگن. آخه اصالت اون دستگاه عنصر ایدئولوژیک، یعنی وصل به اون نقطه است، بقیهش که فرعیاته، دهشه یک قرونه. تو این دستگاه بیم سر خدای دوتا دستگاه. تو دستگاه سمت راست، آخه تو این قبر کسی که نشسته مگه میتونه اصلا به جهان خارج از خودش فکر کنه و ایمان داشته باشه و قبول داشته باشه؟ مگه امکان پذیره؟ خداش تو دستگاه خودشه، خداش تو همون قبرشه، خداش در واقع انواع بت‌هاست، انواع بت‌هایی که برای خودش تو دستگاه میتراشه. اون خداییشم که ناظره و حاکم بر کارهاش
در واقع خدای شکنجه‌گره براش. اون خدا از چیزی در نمیاد. تو دستگاهش که خدایی نشونده، دائم داره شکنجهش میکنه. چون خیلی خطا داره، گناه داره، چیکار کنه؟ یه خدای نشسته اونجا دائم داره شکنجهش میکنه. آی پدر سوخته، دید فلان کاری کردی؟ آی دیدی وضعیت چقدر خرابه؟ آی آی آی. آخه این خدا که اون خدایی نیست که تو عالم واقع وجود داره که. آخه بابا خدا اولین صفتش رحمان و رحیمه. اصلا کسی که تو قبر نشسته یه همچین سنگ قبر به این کسی کلوفتی داره کجا میتونه مدعی باشه که خدای خارج از ذهنشو که اون بالا وجود داره قبول داره؟ کسی که تو این قبر و نمیتونه یک قدمیش، یعنی رهبر عقیدتی زنده، یعنی نقطه رهبری کننده خارج از خودش که حی و حاضر وجود داره، نمیتونه اینو ببینه، نمیتونه ایمان بیاره، نمیتونه بپذیره اگه زی صلاحش هست، چطوری میتونه مدعی بشه خدایی رو که نمیبینه؟ اصلا از جنس خودش هم نیست. چطوری میتونه به اون مدعی بشه که ایمان آورده؟ میبینین همه کسایی که تو این دستگاه خداشون، پیغمبرشون، اماماشون، همشون کشکه، همشون برای خودشونه، مسئله حل نمیکنه. خدای واقعی نیست، پیغمبر واقعی نیست، ایمان واقعی نیست که این چیزی رو برده در ذهن خودش تو اون دنیای قبر پذیرفته به اسم خدا. حالا با خدای واقعی خیلی فرق داره. از پیغمبر و ائمه هم اینطور، هر کس به هر میزان تونست به اون نقطه خارج از خودش وصل شه، به هر میزان، به هر میزان، به این بیانیه حاضری که وجود داره جلو روه، که تازه ببینیم از جنس خودمونه. میگه ببین من چند قدم از شما جلوترم، نیاز خود ماست بهش. هر کی تونست به اون، به همون میزان ایمان بیاره و قبولش داشته باشه از قلب، همونقدر میتونه مدعی باشه که، همونقدر نه بیشتر، که خدایی رو که اصلا نمیبینه ایمان داره بهش. خدایی رو که من و شما نمیبینیم، جنسش با من و شما دنیاها متفاوته، چجوری میتونیم مدعیش باشیم؟ خمینی که رسما هم تبلیغ میکرد، فقط روش نشد بگه من خدام دیگه، رسما که میگفت اسلام که، به معنی واقعی کلمه هم که راست میگه، خدای اون خودش بود تو اون دستگاه. ولی از اونجایی که همون که گفتم نیاز بشره، تو این دستگاه، آخه تو اون دستگاه قبر که میشینه طرف که نمیتونه خودش خودشو، فقط یه نفر میتونه خودش خودشو بپرسته و به خودش ایمان بیاره، اونم بنی صدره، قبلا گفته بودم، و الا بقیه چون اون ماکسیموم خودش از خودش پره، میگیم باید از خود توهی شد و از چیز دیگه پر شد، اون خودش از خودش پره. تو این دستگاه هر کی به هر میزانی تو این قبرش جا و نمیدونم مکانی براش باقی مونده، رفته یه بت یا بتچه‌های ساخته اونجا میپرسته، حواسش هم نیست. خدای واقعیش اوناست، همه چیزش اونه، باور کنید، نه بیشتر از این. بذاریم بنویسه. اینجا این انواع بت‌ها و شرکام نهایتاً برای خودها و نهایتاً هم میشه خودش. گفتم اگر کسی اینقدر استعداد تو این رابطه داشته باشه حتماً همون خودشه، ولی اون بت‌ها و نمیدونم بت‌چه‌هایی هم که میبره اون تو برای خودشه نهایتاً، در حالی که این دستگاه خداش خدای واحده، همون که گفتم دیروز کل آفرینش و کل هستی سمت و سوی مشخص داره و کانال درک این خدا، این ارزش نسبی رهبر عقیدتیه. منی که اینجا نشستم نمیتونم یه قدمیمو بپذیرم، ایمان داشته باشم، باش رابطه برقرار کنم، چجوری میخوام مدعی باشم که با اونی که نمیبینمش، از جنس من نیست، رابطه برقرار کنم؟ چجوری؟
تو این دستگاه گفتم این خدایی هم که این داره بهتره اسمشو بذارین خدای شکنجهگر. شما همه تون خیلیاتون با این خدای شکنجهگر آشنا هستین، نه؟ دائم نشسته شما رو داره اونجا رو نمیدونم خراتی میکنه، نمیدونم مجازاتتون میکنه، شکنجتون میکنه، تو جهنم میبره، هر کاری که خودتون میگید. و در واقع قطع از رحمت خداست. در حالی که این یکی دستگاه به رحمت و رهایی اعتقاد داره، و آخه این همون رحمت و رهایی خداست. همون که گفتم شما باور نمی کنی، ایمان نمیارین که هرچی مسئول بهتون میگه بدین. بابا امکان توبه، بازگشت، نمیدونم جبران، از صفر شروع کردن، همه اینا هست. شما جدی نمیگیریم، باورم نداریم، برای اینکه به این باور نداریم و به این ایمان نداریم. و البته نمیتونین هم داشته باشین الا این که اول به هر میزان که میتونیم به این وصل باشیم. این دستگاه سر مسئولیت و قیامت، فرد تماماً پاسخگوی ریز مسائل فردی خودشه، هر کاری که میکنه. در حالی که این دستگاه یک سوال و یک مسئولیت بیشتر وجود نداره، اونم این که رهبر عقیدتی که انتخاب کردی کی بود و کیه. میگن روز